چنلی من خوش آمدید اگر جدید هستید اگرم قدیمی هستید که قطعا نیازی به معرفه نیست خب ستون های گنگ ما یه سری نرف و باف دارم یه دانجنا الان داشتم چک رو کردم از باشی اومده بودم بذاری براتون بالا و یه سری صحبت های خیلی مهم میخوام بهتون با باتون بکنم راجع به دانجنا من اینکه ب... یه نکته خیلی مهمیه باید حتما بدونید راجب کامپی که قرار بازی بکنید خب دانجن که سیزن بعدی میبینیم واقعا فورتی خیلی 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 به نظر من ریلکسر چیلتر و ایزی تره اما تایرا تا مثلا این باس رو می بینید، باس دو حتی باس دو اول نمیشه اگه تور دامان بذارید چون شاید یه نفر اصلا دانجن رو پلی نداده من چرا اینجوری توضیح میدم و خیلی اصرای میکنم اولامان این دیتی بیارم بالا چون به نظر من دانجنی که واقعا تایم خودش با ورتکس به شدت سنگین بود و حتما میخوام راجبی صحبت بکنم با اتون بینید اولامان ما تایرا میمدیم چیکار میکردیم تایرا ما میمدیم یا پول سنگین می زدیم خب بیل می دادیم جوری که بیل بعدیمون رو باس سنتینل ردی بشه یعنی مثلا یه همچین پولی ما می رفتیم پول اول اومدیم مدیم جا اسم کردیم و آه... یعنی این پول با دروید تانک خب خیلی سخت بود چون شما می اومدی کسترها رو میکردی می که کیک بزنی یعنی چی میگم بعد هم خودش یکی کیک داره مثلا دقیقا اینه دفنس بول وارک اینجوره که مثلا ببین خودش نشته This vortex and area and reduce یعنی وقتی این کستر رو میکنه اولا مثلا دمیجی نمیخورد منو چی میگم بعد یه محوطه هم داشت دیگه اشتباه نکنم این یعنی علا بر اینکه شما اد رو باید کیک میزدی این هم بود یعنی اینجا خود اینا سه تا کسر رو کیک بشه بعد اگه اسپارک کاپش این کسی رو نزنی چه اتفاقی میفته بدترین پارتش اینه که فکر کنم جنو اشتراکی هست اینجوری بود که وقتی این اکتیو میشد مثل بلید میل دو تا دو عمل میکرد یعنی دا... یعنی اینجوری بود که اگه دیسپرش نمیکردی یا یکی که این کسی رو نمیزدی پلیر به این دمیج میداد از این دمیج میخورد یعنی مثلا ما روی این باسه مثلا 28 میجمون و پریستمون مردن تو بیل خب یعنی من قشنگ یادمه 28 یا 27 فورتی بود اگه رو نکنم اومدیم این باس کسی کس نزد بعید میدونم از فرانی تا بشه چون اینا هم کس میکنن دو حالت داره کس تا دا در میره مستیسپل پیریس میشینه خب یا اینکه پرج بکنه یه پلیری بارکین ترنت که میشه ریشال بلادلفیا یا اه... سول بشه یا پرج اه... شمن بشه خود پریستم پرج داره علاوه بر به اگه رو گرفته باشه مثلا دیسیپلین یا هولی پیریس چون سایده چپه اگه شما کنم شد و پیریس هم داره یکی از مهمترین چیزا بگن روی این باس پلیر با اینکه هیلر اونم خیلی هیل داده با یک میلیون و 800 یک میلیون و 700 دمیج تکن پلیر بود یعنی توی مثلا 15 ثانیه 20 ثانیه مردن ناردی دیفنسیو زده بودن هیلر هیل میداد پس این خیلی مهمه این پول الان اگه شما ونجنس بری این پول یکی از ایزی ترین پول ها میشه چرا چون وقتی جمع میشن دو تا سیجیل سایلنس های. لا دست و پا ادا میمیرن مخصوصا تایرا تو فورتی ما اصلا این پول پیش نادم تو تایرا به شدت پول ایزی لا دست و پا ادا میمیرن بیلو ما میدادیم بعدی بیلو بعدی میرفت رو این باس نکته مهمی که من میخوام بگم اصلا کل این دانجن تایرا سختیش فورتی خیلی ایزی تره تایرا لسواسش داستان امبرون داستان سنتینل که خدای داستان یعنی این میخوام الان این ویدیو رو بذارم راجبه این باس بیفانوس یه سری توضیح بدم که بتون که خیلی کامپ مهمه یعنی الان نو فاکین وی این همه من زر زدم صفحه اون ور بود اثر راه نداره یه بار دیگه این ویدیو رو بگیرم چون واقعا پدرم در اومد کسته رو را راجع به اینو صحبت میکردم سپایده کارویز که گفتم اینو میاد روی باس کسته باسی که گفتم بعد زده بشه خیلی مهمه ماده بولافه حواستون بعد به وایل کلیو باشه و این نکته یه خیلی مهمی بود چون مطمئنم یه دونشون کس میکرد آره فهمیم همین وسطی هست چون هر سه تاشون گست نمی وسطی هست درسته تو هر کدومشون هستین این دفنسیب بولوارک ولی کسش با ایشونه با اولاف پس کسی این مهمه زده بشه این راجب اینا بچه صحبت کرد بلید میل میزنه یعنی کسیش اگه رد بشه کیک نخوره که مثلا توی های که اگه مثلا قرار بود در بر پیست، گفته آقا بذار کیش در بر یک شما فرد بدید می میدی چی میگم بارک این تورنت میپره 5 تاست پس اگه شما روی این باس یو دیدین دارین عجیب غریب می‌خورین قطعا یکم از این کسا در رفته این اسپایک کارپیس هست بعد پس این پول اول میشه تایرا تا اینجوری اینجوری می میومدیم سایلنس یا مثلا با درید تانک که خیلی کار سخت‌تر میشه چون یک شب مثلا من رور میدادم بعد وقتی جمع شدن اینجوری بود که ورتکس می کاری تایفون میکنی که ادا سینک بشن یعنی چی یه تکنیکی که استفاده میشه توی امپلاست پلاس تو ورتکس هم بود اینه یعنی که وقتی که شما از کراود کنترل استفاده بکنی یا استان دست جمعی وقتی که ادا توی اه، هیت باکس یا توی اون رنجی باشن که اسپلشون کست بشه ها اینجوری نیست مثلا فکر کنی تو ادا اینجا استانشون میکنی بد سینک میشن نه وقتی بیان نزدیکت یا یکی زودتر نزدیک میشه شروع میکنه به کست دومی دیرتر من اینجا اصلا حواسم هم نبوده استریم من برداشم آن کردم اینو باید آف کنم بایست چون جدا بحث اصلا حواسم نبوده آن شدم استارت استریم رو زدم ریکو اصلا من توی دنیای دیگه هم حاجی داشتم میگفتم پس عدا یه جا جمع میشم یا استان دسته جمعی میکنه یا رور میدی یا یه ابیلیتی میزنی که سینگ بشم مثلا ما توی سیزن دو از رینگ آف آیس میج استفاده میکردیم اگه شما میکنم. اسمش اگه تلفظش همین باشه مثلا ببینیم این گوشه یه جایی داره یه پلتفرم که همه میتونن ال اس کنن رینگ این دم میذاشی نه ادا میمدن سیت میشدن بعد شروع میکردم به ترتیب کراود کنترل یوز دادن چون نمیای هر کدوم این ادا رو بیای جدا جدا بگی آقا کال بدی کیک بزن چون دوتا تا چن لایتینگ هست استون اسپایک هست استون اسپایک یعنی پر کستر این پک و ونجنس خیلی خیلی کار و جلو میندازه و خفنه عملا واسه یه همچین چیزی چون دوتا سیجیل سایلنس داریم استانت هست کسی دو دوتا فیر داری دوتا چین داری و عملا باشون با بازی میکنه و بعد از اون شروع میکنه کرد کنترلر رو کار کردن پس اولین بیاد اینجا این باس من میخواستم توضیح بدم آقا این باس خیلی باس مهمیه پلیه را درست موف بدن چون ما اد میبریم شاید سر، به سراغ این باس که پلیر ها بنفیت بیان توی های که اگر بخواد اد نمیری باس سولو بزنی خیلی باس طول میکشه یعنی ما یه همچین پولی میکنیم روی این باس بعد مهمترین چیزی که به این باس باید بدونی خب بذار من از این یکی خط استفاده کنم وقتی که تانک میخواد شروع کنه مثال میزنم تانک میگه که آقا من پات ساعتگرد پاد ساعت گرد نکته شما بر حواست به ناکبک باس هم باش با عنوان دی پیس. یعنی تانک داره اینجوری موو میده توی دی پی اس با پشت تانک نیستی جلوی تانک در راسته که تانک موو میده یعنی مثلا اگه تانک داره اینجوری موو میده تو هم جلوترش داری موو میدی چرا چون این باس میاد رزونانتین اورب سامن میکنه روی هر پلگری مشخصه یعنی دورت یه محبته تلاییه بهترین راه اینه که دوتا دی پیس رو هم استکشن چرا؟ چون این باس باید استام بشه و باس ریج نکنه روی ساعت انرژی ریج بکنه دمیجش اضافه میشه بعد از این سمت یه لول داره مثل آن تیم چیکار میکنه هر تایمی که استانش میکنیم یه بافی میگیره اگه اشتباه نکنم درست خودش یه بافی میگیره این خود بافی بهش دمیج اون اینا میده یعنی تو نمیتونی بیای همجوری صرفا رندوم شد باسو استان کنی چون زودتر به اون ماکسیمم دمیج میرسه و باسی که اگه طول بکشه واقعا سرطان باس همین بیل رو با این باس با حتما ردی باشه پس ما میایم این باسو ساعتگر پاد ساعتگر بر اساس تانک موو میدیم و اسلو کردن ادا مهمه استان کردن ادا مهمه چون خود این ادا هم اینجوری که اگه استان نشن بر اساس اینکه تایم میگذره در مجدان میگیرن بعد بدتر از همه جگت بایته این بلیده تانکو رو نفله میکنه یعنی خب تو خب رنج زیادی نداره الان اینجا ننوشه 5 یارد 5 یارد فاصله بگیری اصلا بهت نمیزن یعنی آردی با ونجنس اس کیبورد نگهداری تری ای شرطی اینو نمیگیرنت بعد اصلا خیلی خفن ونجنس رو این باز چون چینشون میکنی فیرشون میکنی یا علامه ابیلیتی بهشون میتونی بزنی پس این مسیر رو حواست تو ما باشه رو هم پلیر استک بشن چون وقتی که باس چون وقتی که باس قراره به محله برسه که بخواد بکوبه یا قراره ریج بشه بعد استانش بکنی حالا چه جوری استانش میکنی یه دونه بافی میگیره به اسم اینکسوریبل اگه همینجوری باشه تلفظش اینجوره که روی این اوربا تانک موو میده باسو و وقتی که موو میده اون دوتا اوربا که این باس بخوره دیگه ایمیون تو استان نیست نفر بعدی میتونه کیدنی بزنی دستی استان کنی یا ببرش رو به سوم این که من میگم دی پی اس باید درست موو بده واسه ها هایکیه یا حتی هفته اول اگه تو درست اینو با دی پی اس موم نده یا تانک درست موم نده این ادوبش برسن بلیت بذاره خود بخواد از توی باس رد بشه که مثلا اور با پشتش کاشتی عملا اینو به شیت و گیر پایین باشه و اینه این مزا نیست هر تا که صدا بز میده یعنی اصلا نمیتونی به این فکر کنی که آقا اوکی من با اور با هر جه دلم خواست من آره وسط سیزن های اند شاید اونقدر بولد نباشه نمیدونی میگم پس این خیلی مهمه بیل اول بیل دوم این میشه اولامان و راجب کامپ دو سه بار اومدم گفتم هی رشته کلام پری راجب کامپ چیزی که خیلی به شدت مهمه اینجا اینه که ما روی این باس یک دورف توی آکادمی هم دورف به درد میخور اصلا این سیزن نایت خیلی بولد بود خفن بود سیزن چار میریم دوباره سراغ دورف تو اکثر دانجنا خفنه تو نخود به درد بخوره توی آکادمی به درد بخوره توی اولنامان به درد بخوره توی برکن هاید هالو به درد بخوره و عملا با اختلاف و پیترین ریشیال سیزن چهار میشه دورف مثلا اجو گفتم رو این باس که دورف خیلی به درد میخوره چون این ارتن شاردز بیلیتوری عمل میکنه نوتان سینگ یعنی که مثلا آگ داشته باشی کاتورایزش یکی درمیون میون ریدیه که من میام میگم میام میگم آگ اینکه من میام میگم پریزرویشن آگ واقعا من زیاد دیگه نیستمش ولی اگه قرار شد آگ ببری خب طبیعتا پریزرویشن به درد نمیخوره اما یه بحثی که این وسط میمونه آگ واقعا با ونجنس بنفیت زیادی نداره حقیقت یعنی من اگه قرار باشه آگ ببرم با تانک دروید آگ خیلی خوبه با تانک پروت پالادین خوبه با بقیه تانکو که یعنی من چیزی که من میخوام بگم اینه که مثلا بنفیتی که آگ میاره تو جی پی با یه سر روز زیاد جالب مثلا یعنی روگ اوتلا میبری یا مثلا ونجنس میبری یا مثلا میس ویور میبری آگ بردن خریت یا اگه مثلا پریزرویشن که به احتمال خیلی قوی من خودم پیش بینیم پی اینه که سیزن بعدی من و مانک دوباره همچنان آن تاپ هم ولی خب کامپ هم مهمه یعنی مثلا میس ویبر میبره با ورنجنس من طبیعتا دوتا روگ میکنم توی روگ اول سیزن که مثلا کامپی که بر بچه ها گفتم اگه تیم دارین میخوایم بازی کنین ورنجنس میس ویبر ستا اوتلا تو به دی پی اس نمی بازی اول این مثلا دو سفته اول تو فقط به اینکه شاید زنده نمونی ببازی میدونی چی میگم یعنی تایمی اوکیه به دمیج دانجن نیست که مثلا میگه دمیج کم اومد تایم نشد من اینکه هی زندوم شت بمیر پس این از این یه و اولامان ببینید اینجا اولامان سری نرفا شده ناجبه صحبت کنم با که خیلی نرفای مهمیه فیرسرش یکی کس از کستاس دمیجش رو دوست شده سنتینل تالومین راست ارتن شارز نیشال در دوست اینا کستن خب امبرون میشد باسه ایش کام درست امبرون این هم, می هم دیسپل میتونی بکنه بینیز جوکه میکوبید که میکوبی یه داتی میفتاده بعد رو بیرلا نرفا عملا هفته اول خیلی اوکی حس میشن ولی چیزی که خیلی مهمه ببینید شما نباید روی این به حساب باز کنی که به یه آقا یه سر عدا نرف میشن خب غیر مثلا زیاد مهم نیست هر نرف و بافی از یه لیول به بعد تو کی شات میکنه یعنی مثلا مثلا میزنم این نرفه شاید یه لول دو لول پلیر رو سیف کنه نجات بده تو بعد یاد بگیری که تو درست بزنی دفسیو تو درست بزنی و تاکتیک رو رعایت کنی یعنی که من بدونم آقا اینجا باید دفنسیو بزنم شل نکنم بگم نرف شده مثلا کاری ندارم نمیخوام روی این بیام دیگه زیاد بحث بکنم که کدوم اد کدوم باز کدوم چیز نرف و باز نرف و باف داره میشه طبیعتا تاثیر گذار هست ولی کسی که درست بازی بکنه دفنسیو بزنه یا بخواد وظیفه‌ش به عنوان دی پی یا هیلر یا تاک درست انجام بده به این چیزا باخ نمیده چون نمیخوام ویدیو سری همچین مسائل طولانی بشه چون باز ما نرف و باف هم روی کلاس ها میبینیم هم روی دانجن میبینیم سه هفته دیگه مونده 23 آپریل تو اروپا میاد سیزن 4 و 22 آپریل توی آمریکا یو و اینکه امیدوارم سیزن 4 خیلی براتون خفن پیش بره و بازم میگم سیزن 4 سیزنه که هر کسی با هر هیروی میتونه پلی بده به شرط اینکه اون هیرو سیگنچر و کسی باشه که مثلا مولتی سیزن باش ترکونده خیلی خوب بلد هیرو رو و اوکیه اما باز بحث ریشیال مطرح است بحث اینکه با چه هیرویی تو چه دانجنی میری مطرح است حالا هر چقدر هم که یه سری از هیروها متا باشن مخصوص هفته تایرا گوش